یعنی باید زندگی مردم ما اینطور باشه، یعنی در فقر و گرانی و بیکاری به سر ببرن. این شایسته ملت ایران هست؟ ما با اون همه زحماتی که تا اینجا کشیدیم حتما این وضعیت شایسته ملت بزرگ ایران نیست و باید اون رو ما تغییر بدیم. امروز ایران یکی از مقتدرترین کشورهای دنیاست و در منطقه ما اول هستیم. موشکامون از چند هزار کیلومتر عبور میکنه، اما ما در گوشت مرغ میمونیم. در زندگی مردم ما دچار مشکل میشیم. خب این بیانگر اینه که ما به جای سیاه‌نمایی و به جای در حقیقت خواب کردن مردم، باید واقع‌بینی داشته باشیم. یعنی این عدم توازنی که بین قدرت، سیاست و امنیت دفاع با زندگی و اقتصاد و معیشت مردم به وجود اومده، این فاصله رو باید کم کنه. یه جایی باید با تمام قدرت جلو بریم، نمیریم. یه جایی باید احتیاط کنیم، مراقبت کنیم، ماجراجویی نکنیم. خب اینو رعایت نمی‌کنیم. این ربطی به ساختن اتوبان و سد و اینا نداره. اینو ما اسمش می‌ذاریم مدیریت راهبردی کشور. یعنی دولت مرکزی رو ما مدیریت راهبردی رو بهش میدیم، این کارهای اجرایی رو میگیریم میدیم به سطح استانها و مدیریت شهری، که تمام فکر و ذکر مدیریت مرکزی کشور یعنی در سطح قوه مجریه بره به سمت اینکه تشخیصهای درست داشته باشه، چشمانداز دنبال کنه، رصد داشته باشه، مسائل بین المللی کشور رو حل کنه، تعاملات کشور رو در حقیقت حل کنه. این میشه نوسازی در دولت.